میگفتی؟ همیشه نمیگفت. هر وقت من یادآوری کردم ولی چرا الان من احساس خیلی خوبی دارم، خودم حالا پشتر اینشون میگم اصلاحی میکنم و جمع خیلی we love each other I love him as well. ما همیشه به هم میگیم، ولی ایشون الان از هفته گذشته تا حالا با من از اونشون جذب کرده و بیشتر از سه بارم میگه بیشتر این ببخشید از جمع صحبت این که انسان به خودش یاد بده که احساسشو بیان بکنه. کلاً خب بعضی انسان‌ها اینجوری نیستن. ولی داله بر این نیست که عشقی وجود نداشته یا احساسی نبوده. ولی که ایشون نمی‌دیده بعد از 14 سال با این یعنی بیت کسی رو من برد. شاهرخشان، هر چقدر ما از پر قلبمون یه نفر دوست داشته باشیم و خیلی کارا براش بکنیم، تا وربلایزش نکنیم متاسفانه کارهای خوبمون هم دیسمیس میشه، میگش میشه سو وات. چون احساس عاطفی رو انسان باید با چشمش که نه فقط با گوشش هم بشنوه، اینم خودش خیلی سوء تفاهم میکنه. برای اینکه مخصوصا برای شرقی ها چون عادت نداریم به هم بگیم، مخصوصا آقایون فکر میکردن اگه به خانومشون بگن یا بچهشون بگن لوس میشن. حالا جدیدن هم خانوما فکر میکنن اگه به شوهرشون بگن لوس میشه و اصلا لوس شدن نیست. این تغذیه روح و روانه. ما باید به هم دیگه بگیم و حیفه که این همه کارا رو آدم بکنه، کاری به این کوچیکی که میتونه این همه بها و ارزش داشته باشه و کوالیتی زندگی رو بره بالا، آدم غافل باشه ازش. و این فقر فرهنگیمون، البته تو فرهنگ ما یه موزله. هنوزم ابتدای آشناییمون خیلی قربون صدقه هم بگیم I love you تا صبح نمیخوابیم، مخصوصا تلفن ها تو قد کن نخه تو قد کن نخه تو قد کن حالا اونجاشو ریخته تلفن دو سال بعدش. اینا رو اولش هست ولی موقته، تمپوریه. ولی شما نگاه کن دنیای غرب، چون خجالت نمیکشه به راحتی میتونن ابراز کنن، پیرزن و پیرمردن قشنگ به هم دیگه میگن I love you، راحت این کلام وربلایز میشه و فرهنگی براشون جا افتاده. قصد ما نزدیک شدن عاطفیه.